کشور چین به دنبال سرکوب و کنترل مسلمانان اویغور از طریق کمک اقتصادی به گروه طالبان در افغانستان است. برخی رسانه‌ها با نشر گزارش‌هایی روابط و نزدیکی پکن با طالبان طی 2 سال اخیر را نشانه از بازی بزرگ چین در افغانستان می‌دانند. این رسانه‌ها به نقل از کارشناسان و ناظران اما گفتند نه تنها که طالبان مایل به سرکوب گروه‌های افراطی مورد نظر چین نیست، بلکه این گروه‌ها تحت حاکمیت طالبان رشد چشمگیری داشتند. هورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. از چند سال به این سو چین به دلایل اعمال سیاست‌های سرکوب‌گرایانه و بدرفتاری علیه اقلیت مسلمانان اویغور همواره مورد انتقاد شدید نهادهای بین‌المللی قرار داشته است. اخیراً و پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، برخی رسانه‌ها به نقل از منابعی می‌گویند که سرکوب و کنترل اویغورها یکی از محورهای اصلی تعاملات پکن با گروه طالبان در افغانستان بوده است. یک گزارش نهاد نیک آسیا به نقل از کارشناسان اشاره کرده که نفوذ فزاینده چین در افغانستان تا حد زیادی ناشی از تمایل به بررسی فعالان اویغور است که منافع داخلی و منطقه‌ای پکن را تهدید می‌کنند. تحلیلگرایان گفتند پکن تا قبل از سال 2021 سیاست عدم مداخله در امور داخلی افغانستان را دنبال می‌کرد، اما با خروج نیروهای غربی به رهبری آمریکا از افغانستان، این کشور عملاً با گروه طالبان وارد معامله چند پهلو گردیده است. رهبری چین امیدوار است که از طریق سرمایه گذاری چند صد میلیون دلاری طالبان متقاعد شوند تا طرح‌های مذهبی خود را به افغانستان محدود کنند و این دیدگاه‌ها را به بقیه منطقه صادر نکنند. این امر به ویژه در مورد سینکیانگ صادق است، جایی که دولت چین به دلیل بدرفتاری با مسلمانان بومی اویغور با انتقادات شدید روبرو شده است. سرمایه گذاری ممکن است به عنوان انگیزهی برای طالبان به هدف نادیده گرفتن تحولات در سینکیانگ و مهار گروه‌های افراطی دیگر در نظر گرفته شود که ممکن است به دلایل ایدئولوژیک وسوسه شوند تا عملیات خود را در سینکیانگ گسترش دهند. کارشناسان اما گفتند طالبان ظاهراً اویغور را از انجام فعالیت‌های سیاسی و سایر فعالیت‌ها از داخل خاک افغانستان منع می‌کند، اما در واقع نگاه دیگری دارند. گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل از قدرتگیری جنبش ترکستان شرقی پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بازی دوگانه این گروه با چین را آشکار کرده است. در گزارش دیگری در ساوت چاینا مورنینگ پست گفته شده که اقدامات دیپلماتیک پکن برای طالبان به نفوذ منجر نخواهد شد، بلکه به خشم عموم مردم افغانستان علیه چین تمام خواهد شد. از سوی دیگر شهروندان افغانستان نگران گام تازه است که دولت چین در جهت همکاری با طالبان برداشته است. گسترش دامنه تجسس به سطح شهرها و نصب دستگاه‌هایی است که می‌تواند چهره یکایک شهروندان را شناسایی و رفتارشان را ثبت کند. با پیشرفت‌های فزاینده‌ای که هوش مصنوعی روزمره حاصل می‌کند، تمام داده‌های دریافتی با کامپیوترهای کوانتومی که استفاده از آنها در سازمان‌های پیشرفته چینی مروج است، به آسانی قابل تجزیه و تحلیل است و از آن را می‌توان حتی ذهن و روان انسان‌ها را نیز به خوانش گرفت. کارشناسان هشدار می‌دهند با این وضعیت چیزی به نام حریم خصوصی نمی‌ماند و انسان‌ها در خلوت درونی خود نیز تنها نخواهند بود. در واقع از این راه می‌توان انسان‌ها را هک کرد و آنان را به سطح اشیا و ابزار فرو کاست، همان کاری که کمابیش در حق شهروندان چین جریان دارد. هورا عبدالمجید، اخبارشیه. افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند. آقای افضل رضا، سلام و عرض ادب. الو،
صداتون رو ندارم. صدا من بنده رو دارین؟ بله بله بفرمایید. سلام عرض ادب خدمت شما. بزرگواری. بله. صداتون رو دارم. بزرگواری. جناب آقای افضل رضا، مهمترین دلایل نزدیکی و نقاط مشترک منافع چین و گروه طالبان چیه؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً بعد از خروج آمریکا و نیروهای خارجی از افغانستان، میدان برای دیگر بازیگران منطقه‌ای از جمله چین که طبق سیاستش خیلی نگاه تهاجمی علیه آنچه که چین در باره گروه‌های تروریستی که خاک چین رو مورد هدف قرار می‌دن داره. در همین خصوص می‌تونیم به همین جنبش جنبش اسلامی ترکستان شرقی که دولت چین به همراه پاکستان اون جزء گروه‌های تروریستی می‌دونه، یکی از نگرانی‌های جدی پکن هستش که در مذاکرات با حکومت موقت طالبان بعد از سقوط کابل همیشه در دستور کار قرار گرفته بود. دو ماه پیش هم که وزیر وقت دولت چین سفری به اسلام‌آباد انجام میده و وزیر وقت امور خارجه طالبان آقای ملا امیر متقی و همچنین وزیر خارجه پاکستان، یکی از بحثایی که بین سه کشور به تاکید دولت پاکستان چین بود که طالبان در ازای همکاری هایی که کشورهای منطقه‌ای دارن در حق افغانستان انجام میدن، به ویژه سرمایه گذاری های کلانی که چین در برنامه داره، همچنین پیشبرد و کشوندن طرح راهبردی بین پاکستان و چین به عنوان سی پک تا افغانستان، در ازای اون اینا از طالبان میخوان که جلوی هر گونه توسعه طلبی این عناصر تروریستی، به ویژه ارتباط اونا با منطقه مسلمان نشین سینکیان و قوم مسلمان ایغور کاهش بده کنه. طبیعتاً طالبان تا الان ما نشانه هایی ندیدیم که بخواد اعلام بشه که عملیاتی علیه جنگجویان ترکستان شرقی انجام داده بشه. البته بله، بعد از فشارهایی که پاکستان بر افغانستان میاره، ما شاهد چند تا عملیات نیروهای طالبان علیه داعش خراسان در پاک افغانستان بودیم، ولی اطلاعات جامعی در دست است که طالبان چگونه تا الان نگرانی های چین رو بهش پرداخته، یعنی اینکه طبق برنامه هایی که چین بهش داده برای مبارزه با عناصر ضد چینی آیا پیشرفت داشتیم؟ آیا چین بازی بزرگی را که در افغانستان آغاز کرده به منافع تعریف شدهش از جمله سرکوب اویغورها دست خواهد یافت؟ خب طبیعتاً حضور چین در وضعیت اقتصادی افغانستان که این روزا به شدت نیاز به بهبود معیشت از قبل بیمار این کشور نیزه بود، شاید گفتگوهای یک همکاری هایی که چین لازم نمیدونه اونها رسانه‌ای بشه یا علنی بشه شاید در دستور کارشون قرار گرفته باشه. مثلا بحث نقض حقوق بشر علیه مسلمانان چینی ساکن سینکیان، چین هیچ وقت اجازه نداد که این در دستور کار علنی مذاکره با کشورهای دوست از جمله خود پاکستان که همسایه افغانستان و نگرانی مشترک داره انجام بده. مثلا از پاکستان هم انتقاد میشه که چرا شما با چین که رفته و کشور راهبردی شما هست چرا قضیه مسلمان رو باش مطرح نمی‌کنید، در حالی که جای دیگه از کشور جهان اگر مسلمان رو هدف قرار بدن کشور مثل پاکستان تبدیل به صدای واحد برای حمایت از اون ملت‌ها میشن. در جواب پاکستانی میگن که مثلا ما چرا روابط راهبردی با چین داریم، نمی‌خوایم در بحث مسائل کشور مسائل داخلی دخالت کنیم، ولی ما برخی از مسائل در پشت درهای بسته بررسی قرار می‌دیم. چنین موضوعی در افغانستان هم صدق می‌کنه و من تصور میکنم نیروهای طالبان در ازای همکاری هایی که چین در حوزه نفت و گاز، در حوزه اقتصادی و همچنین حمل و نقل ترانزیت از چین این منفعت ها رو میگیرن، به صورت غیر علنی و با چراغ خاموش دستور کار مبارزه با عناصر چینی رو انجام میدن و مطمئنن یه کارهایی رو انجام حالا تا رضایت چین رو جلب بکنن. آیا طالبان به تعهداتی که در ازای کمک اقتصادی به چین داده پایبند خواهد بود؟ بفرمایید. در مجموع تعهدات بین المللی که تا الان افغانستان طی پیمان دوحه قرار بود انجامش بده، مثل حقوق بشر، حقوق زنان، تحصیل دختران و مبارزه قاطع با تروریسم، تا الان کشورهای همسایه رضایت چندانی نداشته. اما در خصوص چین شاید این موضوع کمی فرق بود. بالاخره سرمایه‌گذارانی که تا حضور آمریکا اونجا بودن با دولت‌های قبلی افغانستان همکاری می‌کردن به رغم خشونت و عدم امنیت، ولی الان چین در صف اول این فعالیت‌ها قرار گرفته بدون اینکه بخواد ملاحظاتی در خصوص امنیت افغانستان داشته باشه یا عدم همکاری طالبان با جامعه بین‌الملل، داره کار خودش انجام میده، سرمایه‌گذاریش رو
در بخش مختلف توسط شرکتش را انجام میده و به نظرم طالبان در ازای این همکاری باید بالاخره پاسخگوی مطالبات چین باشه که معمولا مبارزه با عناصر ضد چینی و چنین گروه های نیز دولت پکن انتظار داره که افغانستان چه علنی و غیرعلنی گام های محکم برد. تشکر میکنم از شما افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه بودند.